بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت همه ایرانی های عزیز در اقصی نقاط جهان، امروز روز شنبه ساعت 12:10 ظهر به وقت مسقط، مورخ 4 می ماه سال 2019 است. با توجه به سوالات فراوانی که برای همه خیلی از هم میهنان عزیز به وجود اومده بود در خصوص این اخبار جنجالی بنده که شروع شد، لازم دونستم که قبل از اینکه کتاب دومم کارهای تدوین نهایی و چاپش آماده بشه که حدوداً تقریباً حداقل 2 ماهی طول میکشه، مواردی رو برای مواردی از سرتیترهای کتاب دومم رو برای تمام ایرانی ها شفاف و روشن اعلام کنم که تمام اون مواردی هم که توی کتاب دومم چاپ خواهد شد انشاءالله مربوط میشه به نامه آخر من که به آقای رهبر نوشتم و اون 8 موردی که از ایشون تقاضا کردم که دستور اقدام فوری روش بدن. و اما توی ببینید، الان 1 موردی که هست بحث کتاب من که آقای دکتر سرافراز هم توی صحبت‌هاشون اشاره کردن، واقعاً معضل حیاتی و خیلی مهم، یعنی چی بگم، معضل حیاتی برای حکومت جمهوری اسلامی ایران به حساب میره که حالا ممکن آقای دکتر سرافراز خیلی در ریز موارد نباشن، ولی من همینجا اعلام میکنم خدمت همگی شما که جناب رهبر، جناب آقای مجتبی خامنه‌ای، جناب آقای طائب، جناب آقای محسن رضایی، جناب آقای محمد باقر قالیباف و جناب که نداره یکی، محسن سجادی نیا که همون محمود سیف سابق و همسر سابق من هست، به مجرد اینکه من از زندان برگشتم و اومدم ایران، میدونستند که من اون شاهدی هستم که در صورتی که زبان به سخن بکشایم مرگ نظام حتمی است. چرا؟ چون روی اون فلش درایوی که من به خیلی ها، یعنی همیشه در موردش داریم صحبت میکنیم، به آقای گلپور هم داده بودم، من در زمان زندان آمریکام خیلی مسائل مربوط به محمود سیف رو که دیده بودم نوشته بودم، هم خطاب به رهبر هم خطاب به آقای احمدی نژاد نوشته بودم و بهشون گفته بودم که این راه که شما میروید به ترکستان است، تا وقتی من زندم یا اعمال تغییرات کنید یا اینکه بالاخره یه روزی روزگاری من بلند میشم و جلوتون قیام میکنم. حالا مواردی که من توی اون نامه ها نوشته بودم چی بود؟ ایرانی های عزیز، آقای محمود سیف مغز متفکر دور زدن تحریم ها و خرید تسهیلات نظامی برای جمهوری اسلامی ایران، سپاه، نیروی انتظامی و ارگان های وابسته به اینها بود که من بعد از جلسه اتریش سر قضیه دوربین دید در شب به صورت کاملا ناخواسته
توی این هچل برنامه های آقایون افتادم. آقای محمود سیف علاوه بر این که خرید تسهیلات نظامی برای سپاه و نیروی انتظامی در داخل کشور انجام میدادند، خرید تسهیلات نظامی و هماهنگی رسوندن این محموله ها به پیروان جمهوری اسلامی ایران لبنان، سوریه، افغانستان و عراق نقش اساسی داشتند. اگرچه که زمان دستگیری ما در قضیه دوربین دید در شب تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران تمام افکار رو منحرف کردند و همش گفتن که ایشون فقط یک دلال ساده بوده، ولی من اینجا میخوام فقط یک کوچولو از مطالبی که توی کتاب دومم نوشتم رو خدمت شما عرض کنم. ملت عزیزم، وقتی که البته من تو زندان بودم اخبار رو فقط نگاه میکردم، سال 88 اتفاقات زیادی که در ایران افتاد، خب شما و بعدش همینطور هر وقت که ملت میرن تو خیابون، شماها ماشین‌های ضد شورش، موتورسیکلت‌های ضد شورش، سپرها، دستبندها و باتوم‌های برقی و خیلی چیزهای ضد شورش در داخل ایران رو دارید می‌بینید که بدین وسیله خدمت همتون عرض می‌کنم که تمام این خریدها توسط آقای محمود سیف برنامه ریزی و طراحی می شد. ایشون با ثبت شرکت های مختلف در کشورهای مختلف از جمله امارات، اسپانیا، آلمان، ایتالیا و خیلی کشورهای دیگه و از طریق السی های یوزانس تمام این خریدها رو برای سپاه جمهوری اسلامی ایران می کردند. من جمله خریدهای دیگرشون برای نیروی انتظامی که این دوربین دید در شب هم سفارش آقای قالیباف بود، بنزهای پلیسی هستش که سال 2003 شما شاهد حضورشون در ایران بودین و همه اینها خریدهای آقای محمود سیف بود. تمام خریدهایی که اینها می‌کردن، محمود سیف مغز متفکر بود و همه خریدها به صورت با درست کردن شرکت‌های سوری در کشورهای مختلف بدون اینکه اسمی و نامی از محمود سیف برده بشه انجام می‌شد، که حالا من دیگه وارد مطالب و دیتیلش نمیشم، چرا که تمام خریدهایی که آقای محمود سیف عملیاتش رو انجام می‌داده و برنامه ریزی‌هاش رو انجام می‌داده و مهره خیلی اساسی و عظیمی برای جناب آقای طائب و جناب آقای مجتبی خامنه‌ای بوده، همش بدون استثناء از خارج از کشور تهیه شده. یعنی شما وقتی که تمام این تسهیلات نظامی، ماشین‌های خونسای بمب، زیردریایی که سال 2006 انگلیسی‌ها رو توی خلیج فارس دستگیر کردن، تمام اینها و اینها سلاح‌ها و مواردی هست که از خارج از کشور و به عنوان واردات وارد ایران شده. در نتیجه وقتی که من میگم که من شاهدی هستم که قیامت برای آقایون به پا میکنم و هیچ ضرورتی نداره که برای اثبات ادعاهام من بیام سندی بدم، باور بفرمایید که حقیقت رو میگم، چون برای من شخص بنده کاری نداره. خرجش 4 دونه ایمیله به سفرهای کشورهای مختلف، نام شرکتها رو بدم، نام بانکهایی که السیا توش باز شده بدم، اسم مثلا همین مدل و اینا رو که من ندارم، این ماشین های ضد شورش و این سپرها و اینا رو همه رو بگم، کشورهای فروشنده میدونن که به چه شرکتی در کجا فروختن، ولی اینکه ندونن که آقا اندیوزر تمام اینها سپاه جمهوری اسلامی ایران بوده برای سرکوب کردن ملت ایران. آقای رهبر باید این موضوع رو درک بکنن که با
بابا حرف حساب شهرزاد میرغلی خان این نیست که بگه چرا شما رفتین تسهیلات نظامی برای جمهوری اسلامی ایران خریدین. حرف حساب من اینه که از تمام بودجه های مملکت که داشتید شما این خریدها رو برای سرکوب کردن ملت ایران کردید و من شاهد زندم و اسناد و مدارکتون تو کشورهای مختلفه. یعنی من تنها نیستم. من الان صحبتم با شما اینه که آقا در قبال بودجه‌ای که برای خرید ماشین‌های ضد شورش برای سرکوبی ملت ایران انجام دادید، چند تا آمبولانس، چند تا ماشین آتش نشانی، چند تا هلیکوپتر خدمات رسانی برای حفظ جان ملت ایران شما خریدید. ملت ایران، من حرفم حرف کلام حقه. شما همتون مغز دارید و میبینید واقعیت ها رو. زمانی که ساختمون پلاسکو آتیش گرفت چقدر از ملت بیگناه ما تو آتیش سوختند؟ چقدر نیروهای مظلوم آتش نشانی جونشون و کف دستشون گذاشتن و رفتن برای نجات آدم های دیگه تلاش کردن؟ چرا این همه مرگ داشتیم؟ نمیتونستن جناب رهبر و سپاه جمهوری اسلامی ایران به جای اون همه خرید ماشین‌های ضد شورش و ضد انقلاب و ارسال اسلحه به لبنان و سوریه و اینور و اونور 4 دونه ماشین آتش نشانی خوب بگیرن که جون شما رو حفظ کنن؟ سیلی که الان اومد چقدر از ملت ایران شب عید تو اون سرما مردن، بی پناه و بی خانمان شدند، چقدر تونستن خدمات بهشون بدن؟ آتش سوزی هایی که چند سال پیش تو ایران شد چه کردید؟ آقای رهبر در جواب به سؤال من وقتی براتون نوشتم اخراج فوری و دادگاهی شدن سریع آقایان حسین طائب، محسن رضایی، محمد باقر قالیباف، محسن ساجدینیا و کلیه افراد وابسته به تیم طائب، شما که خوب میدونین من از چی دارم صحبت میکنم. آقای رهبر که شما همه رو میای به جنگ دعوت میکنی، جز جنگ و قتل و غارت و خونریزی و دشمن پروری کار دیگه ای نمی کنی. شما اون بالا توی بیت خودت نشستی، الان بیا به من شهرزاد میرغلی خان بگو در زمان خرید این تسهیلات برای سرکوب کردن ملت ایران، ملت ایران کجای قضیه بودن؟ من یکی از ملت ایرانم. آیا ما ملت دخل و تصرفی در این همه حراج و تاراج و نامردی و رذالت داشتیم که حالا شما الان میاین برای حفظ قدرت خودتون، نه ملت ایران، برای حفظ جون خودتون، نه حفظ جون ملت ایران، میاین ملت رو دعوت به جنگ میکنید؟ جنگ چی؟ چرا ملت ایران باید بیاد پشت شما وایسه؟ ملت رو به جنگ دعوت کنید که این مذهب شیعه رو بتونید در جهان گسترش بدین. آقا ملت ایران هیچ کدوم از این چیزها رو باور کنید نمیخواد. ما عدالت میخوایم، ما به حق بودن میخوایم، ما انسانیت میخوایم. شما اگه مدعی پدر ملت ایران هستی، چه پدری هستی که از 100 تا ناپدری بدتر از هر چه در روزگار هست و به سر ما آوردی؟ چه پدری هستی که نمیدونی بودجه های کلان مملکت یا به تاراج و غارت رفته؟ در کشورهای مختلف آقایون و سران شما دارن خوشگذرانی میکنن، ملت ما باید
زمانی که پر محمود سیف در دبی بود، شخص شما با هماهنگی آقای اسماعیل وفایی مگه به منزل ما در مرکز الجاز تو اعمار تشریف نیوردین؟ مگه وضعیت زندگی من و دوتا بچه یتیممو ندیدین؟ چی کار کردین؟ از طریق آقای دکتر هادی برگه موقت خروج برای محمود سیف صادر کردین و به من گفتین که بیا با برگه خروج برو، چون پاسپورت های ما دست دولت امارات بود، اسم و فامیلتم عوض کن که این یک موضوع سیاسی بسیار بزرگه و زندگیتون تباه میشه. ولی اعتماد من به تنها خالق جهان که الله باشه منو تا این لحظه و تا به این روز حفظ کرده و مطمئن باشید که واقعا وقتی میگم قیامت براتون میخوام بپا کنم، باور کنید که قیامته. باور کنید که راه پس و پیش ندارید. باور کنید که اگر رهبر روی این 8 بندی که من نوشتم تا روز قدس اقدام نکنه، من خرجش برام 4 تا ایمیله به سرانه، به سفیر، سفرهای سفارت‌های مختلف اینجا که کشورهای دیگر رو دخیل کنم. ولی اصل حرف من اینه که من یک تنه اومدم جلو، یک تنه وایسادم و میگم دیگه از این به بعد حق ندارید ملت ایران رو برای پیشبرد اهداف سیاسی، پلید، خونریزی، قتل، جنایت و غارت ازشون بهره برداری و سوء استفاده کنید. آقا ملت ایران ملتی صلح طلبه. ما ایرانی ها هیچ وقت دنبال جنگ نیستیم. ما عاشق شادی و مهمونی کردن و خوشی هستیم. شما این که خون ملت رو تو شیشه کردید، حالا هم شمایید که باید بیایید پاسخگو باشید. همونطور که اول فیلم دیدین، من دیگه پرده ها رو دارم کنار میزنم و این ویدیو رو فقط به این لحاظ براتون ضبط کردم که بهتون اثبات کنم هر چی در مورد من بخواین بگین به حال من فرقی نمی کنه. هر لقب و صفتی که به من بدین اصلا برام مهم نیست، چون شاهد من اللهه، شاهد شما هم اللهه، دستی که همراه منه دست اللهه، ولی دست شما دست شیطان و باطل. به هر حال که ملت عزیز، من فقط یه گوشه خیلی کوچولو از موارد مربوط به محمود سیف رو خدمتتون عرض کردم، برای اینکه میدونم چقدر این شیاطین به دنبال این خواهند بود که چیزای انحرافی شروع کنن. و خدمت همتون بگم که من نه قدرت میخوام، نه ثروت میخوام، نه شهرت میخوام. برای من حفظ زندگی و جون خودم، بچه هام و همه شما عزیزان، رسیدن به آرامش و یعنی آسایش و برپاداری دادگاه عدالت الهی در ایران زمینم آرزوست. دیگه خودتون هر کاری که، هر چیزی که دوست دارین، فکر میکنین، هر چی هست و تصمیم بگیرین. من براتون زندگی، صلح، آرامش و عدالت به ارمغان آوردم. آقای رهبرم تمام سخنرانی های گذشتشون رو پلی بک کنید. اتفاقاتی که در ایران افتاد، اون ماشینایی که همسر سابق من برای ریخته شدن خونتون وارد ایران کرد، نگاه کنید، قضاوت کنید کی به حق و کی باطل. روز و روزگاران بر شما خوش. خدا نگهدار.